سلام و عرض ادب خدمت شما همراهای عزیز و دوست داشتنی. امروز با یک مدل شطرنجی خیلی خوشگل و آسون در خدمتتون هستم. بریم که با همین مدل خوشگل و آسون رو ببافیم. برای بافتن این مدل من دارم از قلاب 2 میل استفاده میکنم که مناسب نخهای 2 میل هست و نسبتا هم خوب نازکه. برای شروع کار خب یه حلقه باید ایجاد بکنم و تعداد زنجیره توی این مدل باید مضربی از عدد 3 باشه به علاوه 2 تا زنجیره اضافه تر که من الان برای این نمونه 21 مضربی از 3 به علاوه 2 تا در مجموع 23 تا زنجیره سر انداختم. خب برای رج اول 2 تا زنجیره اول رو کاری نداریم و زنجیره سوم شروع میکنیم به زدن پای بلند. 3 تا حلقه ایجاد میشه، اول 2 تای اول رو یکی میکنیم و بعد 2 تای بعدی رو و تا آخر همین کار رو ادامه میدیم. نخ رو میپیچم دور قلاب، از داخل زنجیره رد میکنم، نخ رو میگیرم بیرون، 3 تا حلقه ایجاد میشه، اول 2 تای اول رو یکی میکنم و بعد 2 تای بعدی رو. این رشت تا انتها به همین صورت هست. میریم سراغ رج دوم. رج اول کامل پای بلند میزنم، کارو برمیگردونم. اول باید 2 تا زنجیره بزنم. 1 2. حالا اولین بافتم یه دونه پای بلنده و باید حتما دقت کنین عزیزان که قلاب رو بفرستید زیر 2 تا حلقه گندمی که روی کار وجود داره، همونطور که دارم نشون میدم. نخ رو میپیچین دور قلاب، قلاب رو از زیر اون 2 تا حلقه رد میکنین، نخ رو میکشین بیرون و 1 دونه پای بلند میزنین. حالا این قسمت رو دقت کنید. برای بافت بعدیمون ما باید کشباف جلویی بزنیم. یعنی چجوری؟ بافت بعدیمون که اون پای بلند رج قبلمون بوده، نخ رو میپیچم دور قلاب، قلاب رو از پشت اون بافت رد میکنم، دقیقا مثل تصویر نخ رو میگیرم، از زیرش رد میکنم و میکشم بیرون. حالا 3 تا حلقه دارم و همون پای بلند رو میزنم به همین صورت. توی این رج باید روال اینطوری باشه که فقط یکی اول رو پای بلند میزنیم، دومی و کشباف جلویی، بعد اونو باید 2 تا پای بلند بزنیم، 1 دونه کشباف جلویی، 2 تا پای بلند، 1 کشباف جلویی. یعنی این رج کلن به همین منوال میره جلو. باز رج بعد یه ذره فرق میکنه. فقط اینگار یکی اول و 1 دونه پای بلند زدیم. ببینید نخ رو برای پای بلند، نخ رو از زیر اون 2 تا حلقه رد میکنم و پای بلندم رو میزنم، 2 تا پای بلند میزنم، 1 دونه کشباف جلویی میزنم. خب الان من 2 تا پای بلندم رو زدم، الان نوبت کشباف جلوییمه. نخ رو میگیرم، الان نوبت این بافته، قلاب رو از پشتش رد میکنم، نخ رو میگیرم، میکشم بیرون و پای بلند میزنم به همین ترتیب. الان باز 2 تا پای بلند باید بزنم. این از رج دومه. تا اینجا شکل کار رو ببینید و آخرش رو هم میزنم. 2 تا پای بلند رو زدم. الان نوبت کشباف جلوییمه. جوری که انتهای کار هم 1 دونه پای بلند میزنیم. دقیقا مثل شروع کارمونه. کشباف جلویی رو میزنم. نخ رد میکنم. 3 تا حلقه دارم. اول 2 تا رو یکی میکنم. و باز 2 تای بعدی رو با هم یکی میکنم. و آخر کار هم 1 دونه پای بلند ساده میزنم.
عینک رو میگیرم و میکشم بیرون و تمام. این از درجه دوم. حالا کارو برمیگردونم برای درجه سوم. دوستان دیگه از اینجا به بعد تقریبا کار ساده میشه، چون مدل باف خودش به ما میگه که چه کار بکنیم. الان میگم خدمتتون. ابتدا دو تا زنجیره میزنیم. حالا هر جا که از بافت قبلیمون، از رج قبلیمون میبینیم که برجسته شده، الان شما ببینید. بریم جلو، من روی تصویر براتون توضیح میدم. دو تا زنجیره رو زدم، یکی اول رو باید پای بلند بزنم، دوباره دقیقا طبق همون حالتی که گفته بودم. الان بچه ببینید، دو تا بافت برجسته دارم که اینا پای بلندای رج قبلم بودن. باید این دوتا رو کش باف جلویی بزنم. پس از این به بعد هر جا که بافت برجسته دیدم باید کش باف جلویی بزنم، هر جا که نبود پای بلند ساده. من الان توی این رج پس باید اینطوری عمل کنم، دو تا کش باف جلو. الان اینجا دیگه بافت برجسته ندارم، یه پای بلند ساده میزنم و باز میرسم به دو تا بافت برجسته و این دوتا رو دوباره باید کش باف جلویی بزنم. نخو میگیرم، از پشت بافت رد میکنم، میگیرم نخو و میکشم بیرون. سه حلقه دو حلقه میشه و در نهایت دو حلقه هم یکی میشه. یه دونه دیگه باید کش باف جلویی بزنم و باز یه پای بلند ساده. خود مدل باف به ما نشون میده که چه کار باید بکنیم. یکی در میون جاها عوض میشه، یعنی رج بعد باز دوباره میشه یک کش باف جلوی، دوتا پای بلند، یک کش باف، دوتا پای بلند، کش باف جلو رو میزنم، یه دونه دیگه هم باید بزنم و باز یه پای بلند ساده. میرسیم به آخر کار. دو تا پای بلند ساده. و تمام. حالا کارو برمیگردونم، دو تا زنجیره میزنم و باز میشه مثل رج دوم. یعنی اینکه اول یه دونه پای بلند ساده برای شروع کارمون، میرسیم به بافت برجسته، پس اینو باید کش باف جلو بزنم، بالا برد میکنم. الان ببینین اینجا بافت برجستم دوتا در میون شده، یعنی یکش باف دوتا پای بلند، یکش باف دوتا پای بلند، کش بافو میزنم. الان نوبت دوتا پای بلند، از زیر دوتا حلقه رد میکنم، پای بلندمو میزنم، یک دو. حالا یکش باف مشخص کدوم بافت و حالا کش باف رو میزنم. و باز دوتا پای بلند، و به همین ترتیب تا انتها. این هم از مدل بافتمون. دیگه از اینجا به بعد فقط تکرار میشه یکی در میون، و همونطور که گفتم مدل باف خودش به شما نشون میده که کجا باید چه کار بکنین. یک رج دو تا پای بلند، یکش باف، یه رج دو تا کش باف، یه پای بلند.
اینم اون نمونه ای که من از قبل براتون بافته بودم. میبینی که کار برجسته است، خیلی خوشگله، کشباف عالی داره و برای شال گردن و کلاه و پتوی نوزاد حتی شال مبل خیلی خوشگل میشه. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.